این تصاویر آخرین ساعات شب گذشته خیابان‌های اطراف زندان عادل‌آباد شیرازه. الان آتش نشانی هم آوردن. خیلی هم شلوغ جلو زندان. نگاه هر چی نگاه می‌کنی فقط مأموره. زندانی با دیوارهایی بلند که در دلش حادثه‌ای در حال وقوعه. اینا به کی دارن تیر می‌زنن؟ ولی معلوم نیست. استاندار فارس در اولین ساعات امروز گفته فراری در کار نبوده. ناآرامی به خاطر درگیری زندانیا با هم اتفاق افتاده که اونم به سرعت کنترل شده و حالا شرایط در زندان مرکزی شیراز تحت کنترله. اما دلیل این درگیری ها که از آخرین روزهای سال پیش در برخی زندانهای کشور شروع شد و مرتبم ادامه داره چیه؟ از اعتراض و فرار زندانیای پارسیلون خرم‌آباد در 29 اسفند تا زندانیای زندان‌های علی گودرز، تبریز، همدان و سقز. جمعیت زندان‌ها معمولاً چند برابر ظرفیت زندان هست و همین جمعیت زیاد در داخل زندان‌ها امکان انتشار هر نوع بیماری رو در داخل زندان‌ها بسیار زیاد می‌کنه و امکانات بهداشتی در زندان‌ها بسیار کم هست. این نگرانی الان بیشتر شده با توجه به این ویروس کرونا و مرگومیری که اتفاق افتاده. جسم این زندانیا ضعیف‌تر هست و مساعدتر هستن برای بیماری. زندانیایی که به گفته رئیس سازمان امور اجتماعی کشور پیش از بازداشت‌های گسترده آبان ماه تعدادشون حدود 240,000 نفر بود و حالا هر لحظه بر میزان وحشتشون اضافه میشه. چرا؟ چون با وجود تراکم بالا نه خبری از قرنطینه هست، نه فاصله گذاری اجتماعی و نه حتی مواد ابتدایی شستشو. توی این شرایطی که شاهدش هستیم با توجه به شیوع کرونا، ما خواسته‌ای که داریم این هستش که زندانیان رو به مرخصی بفرستن حداقل، چون که اونها در زندان مواد ضد عفونی کننده ابتدایی رو هم ندارن برای اینکه بخوان از خودشون محافظت بکنن در مقابل کرونا ویروس. استانداردهایی که در زندان‌های جهان هست، زندان‌های ایران خیلی دورن از اون استانداردها. زندانیایی که به گفته بسیاری اغلب سیاسی‌اند، با مرخصیشون هم موافقت نشده تا هم هرچه بیشتر خودشون تحت فشار قرار بگیرن و هم بشه به نوعی ازشون به عنوان تراشه‌های چانه‌زنی در مذاکرات بین‌المللی استفاده کرد. تا زمانی که این ویروس لعنتی دست از سرمون برداره، دست از سر تمام ایران و تمام دنیا برداره، بچه‌هامونو بدن به خودمون. مدیا مصور، اتاق خبر. نمی‌تونین اینا رو نگه دارین. نداریم، نه می‌کنین.